با درود و سلام و همه چیز خدمت دوستان گرامی پلیلیست شروع کنیم یه مقدار فلوداه کار کنیم چطوره خب بیا ببینیم اینو ولادی معنیشو فلوداه خودش یعنی چی از چه اصلا یه چیزی همینجوری فلوداه میخوای بگی شپونتان شپونتان یعنی فلوداه مثلا این یعنی بدون فکر اون اوبلیگون اون Überlegung بدون فکر بدون تعمل بدون سبک سنگی کرده خب دروک یعنی چی؟ یعنی فشار درسته؟ فرش چیه اچا؟ ما دو تا فعل داریم یه فعل دروکن یه فعل دروکن دروکن روکن یعنی که کمر ما منظورم دروکن بود در دروک, دیار دروک. دقت کنیم دوره د دروک درو. دروک دروک نیست او نداره اینجا دروک دروکن 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 این او دروکن دروکن خب این اسم ها معنیه برای هر دو میتونه باشه هم میتونه اسم این باشه هم میتونه اسم این باشه پس میتونم معنی فشار بده اگه فشار دادن اینه دیگه درسته این فشار دادنه این میشه فشار دادن چرا فشار دادن این ببین چون او داره میبینید نقطه داره نقطه ها انگار دارن رو این او فشار میدن درسته لبا اونم درو او فشار میاد روی لبا گنچه میشه به خاطر هم این معنی فشار دادنه این معنی فشار دادنه این معنی چاپ کردنه دروکن دروکن چاپ کردن مثلا چاپخونه رو میگن چی چاپ کردن چاپخونه رو میگن die Druckerei. Die Druckerei. Die Druckerei. Druckerei. چاپ خونه خب ما میدونیم که از فعلا ما میتونیم اسم هم درست کنیم مثلا اگر عمل چاپ کردن و من این فعلش رو بیارم اولش رو بزرگ کنم با داس هم هستن و این معنی چاپ کردن به معنی اسم هست این هم به معنی فشار دادن به معنی اسم هست به معنی اسم این به چی؟ یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم فشار دادن به معنی اسم کار نیست یا زدن چاره کار نیست اینها دیگه اسم هستن حالا بگم نزن اینا صرفش کنم و اینا میشه فه پس در دوک میتونه هم اسم این باشه هم اسم این باشه این معنی هم میتونه معنی فشار باشه هم میتونه معنی چاپ باشه مثل چاپ خونه چاپ چاپ با چاپ کردن میبینید که این چاپ کردن این فشار دادنه حالا مثلا ما دو رو شما میشناسید دوکا دوکا از این باید دیگه بیا چاپ کردن اون پرینتر این دوکا خاطر همین ما اینجا نباید اینجا با فشار دادن اشتباه بگیریم دوکا یا مثلا اگه بخوایم بگیم ich muss das das drucken kannst du bitte das drucken kannst du bitte das دروگ اینو میشه چیزش کنی اینو میشه چاپش کنی اینو میشه چاپ پرینتش بگیری کاستو بیت از دروکن حالا اوس توکن هم از خود پرینتر اگه بیاد اوس توکن از توش میاد بیرون دیگه درسته ولی هر دو درسته اینم میشنوید کاستو بیت از دروکن یا اوس توکن درسته ولی اوس توکن درسته خب ای از این فعله رو من بیارم این دروکن حالا من تو هم مثلا به همون درکن یه ب اضافه کنم بچه که معنی فشار باشه چون میبینی که ای داره فشار میاد به یعنی فشار دادن این چون ب داره ما یه مفعول مستقیم آکوزاتیوی قاعدتا میخوایم مثلا یه چیزی اگه من بگم داس بدروکت میش آن چیز یا هر چیزی داره تو صحبت شده راجع بهش میش مرا این مفعولشه دیگه میبینید مرا انگار فشار میده یعنی منو داره اذیت میکنه من آزار میده فشارم میده مثلا اینکه یه مشکل دارم دست پروبلم به درکت میش دست پروبلم دست پروبلم دست پروبلم به درکت میش عذیت میکنه فشار می،, می... روم میاره یا میتونیم بگیم دست پروبلم دست پروبلم مخت میشت فرتیش مخت میشت فرتیش خیلی اذیتم میکنه منو اذیت میکنه یا دهنمو صاف میکنه داس پروبلم داس پروبلم لست میش لست میش نیش رویگ شلافن نمیذاره لست میش نیش نمیذاره مرا راحت بخوابم داس پروبلم لست میش نیش رویگ شلافن داس پروبلم سربرشن سربرشن برشن یعنی بوریدن سر که باشه یعنی دیگه تیکه تیک میکنه سر داغون میکنه میباره تیکه تیکه سر برشن اگه دس بگم سر بریشت سر هم شخص میو دن کپف یعنی سرمو داره میترکونه دس پروبلیم سر بریشت میو دن کپف یعنی باز هم همه اینا مثل اینی که دارن این مشکل بترکت میشن اینا دیگه بچه درجه دارن اگه بخوام درجه بندی کنیم اینی که آدم های بلان بیدن که منفجر میکنه سرپرشن مثلا یه چیزی بیفته رو زمین یه لیوانی چیزی اگه تیک تیکه بشه دست گلاس است سرپرخ دو هست دست گلاس سرپرخ پس این میگه که درجهش خیلی بارد می پس پروبلم میش نیش روی شلافن نمیذاره شبها روحت بخوام مارا شباشرو نگفتم ولی منظورم شبهاست لسمش نختس نیش روی شلفن مثلا نت نختس شبها تاکس اوبه روزا تاکس اوبه نختس اینها دیگه قیدن دیگه به خاطر همین کوچیک مینویسیم جاشونو قیدن قید یه زمانی رو مشخص میکنه حالا دروکن رو اگر من در نظر بگیرم برگردیم به دروکن به بذارم اینجا اگر این دروکن بکنیم بچه انگار که دروکن یعنی چاپ کردن درسته این دروکن چاپ میکنی روی یه چیزی و اگر من ب اینجا اضاف کنم و به, به این دروکن کنم به این دروکن کنم انگار یه اثری یه زهره چشمی یه چیزی تو یه کسی دیگه به جا میذارم چون ب هم داره یه مفعول مستقیم میاد اینجا درسته مثلا اگر یه نفر یه شوبد بازی یا اکروباتی بکنه وای یه مثلا شما میگی دست هت میش میش به این دروکت یعنی منو یه اثری گذاشت توی ذهن من یه تصویر مثلا اینجا اینجا چجوری چه این کارو کرد میتونم بگم فعلشو به این دروکن رو بیارم به این دروکن صفت فاعلی بسازم پارتیسیپ اینس بسازم که کننده است یعنی به حساب تأثیر گذارنده مثل اینکه یه مهر گنده بیاد اینجوری بزنه اون اثرش توی اون ذهن شما بمونه به این دوکن دستوار به این دوکن اگر بگم دستوار به این دوکن یعنی اثرش رو تو ذهن من گذاشت تو ذهن انسان ها میذاره یعنی به حساب خیلی پر بوده که اینجوری شده دیگه درسته پس میتونیم بگیم دستوار به این دوکن هات میش به این میش به این دوکن. مثلا با این دوکن میتونه مم... یه چیزی دیگه منفی هم باشه حتما نباید یه کاری بکنی که یه نفر دیگه یه حالت زهر چش بخوای از... از... کسی بگیری مثلا زورتو یا زور نظامی تو به یه نفر نشون بدی تو یه چیزی بگی مثلا اون این سو به این مثلا دی او اس امریکایی ها دی او اس den Iran beeindrucken. Ja, یا Axt. Der Iran wollte die USA beeindrucken. Mich hast du, als ich da eine میگیره اینجوری in Juli مثلا اون Was اثرش رو باز تو ذهن اون بذاره تو ذهن اون فر یا ذهن اون کشور یا هر چیزی درسته چجوری این دیم به این نفع که چجوری میخواسته من این دو کنه این دیم به این نفع که یه کاری بکنه مثلا ناوشو فرستاده توی خلیج فارس یا ایران از این هواپیمای چیزشو بلک بلک پلگ شو پلگ 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 چیه همین درونه درونه بدون سرنشین مثلا فرستاده یه جایی کاری بکنه این دیولت این دروک به این دروک این دروک این میشه بچه ها این این در این در این چون در دروک هست اینجا هم گفتیم در دروک پس در این مثلا دی او اس ا دیگه بچه ها دی او ولتن آینن این هینتلاسن هینتلاسن معنی بر جای گذاشتن یا این درک یا یک تاثیر یا یک همون تأثیری که من میگم بچه ها تأثیر رو دقت کنیم مثل اینکه یه دستگاه چاپ بزرگ بیاد بخوره رو مغز شما که اون یه تصویری تو ذهن شما ایجاد کنه ولت اینن این, این درک میخواست یک تأثیری بر جا بذاره پس به جای به این دروکن میتونم بگم این این دروکن درسته؟ به این دروکن مساویه با این حالا من میتونم بگم گوتن و در شلشتن حتی بچه ها این این یا اینترلاس هم میتونیم بگیم ماخن راحت تر هست نه بهتره نه ماخن زو مثلا من رفتم یه جا فورش داشتم فورش تلونس یا اینترویو من اونجا میخوام یک تاثیر مثبت بر جا بذارم درسته میگم ایش habe اینن گوتن ایندروک gemacht تاثیر مثبت کردم گذاشتم این تا و این یعنی چرا فعال رو اول این سؤالیه مگه بچه ها اگر یه چیزی گفته باشید و اون چیز دا یه به بجا جاش بگی مثلا داست اون داست را دیگه چون مشخصه دیگه من نمیارم اول بیان بذارم داست هوفش درسته دیگه این داسته چون معلوم این جمله بوده اینا نمیگن پس فعل انگار که اومده اول ولی به معنی سوالی بودن نیست بعضی ها میگن هفشتاس داست هفش این دیگه خوب درست نیست بچه قشنگ نیست به نظر من هفش حالا ممکن قابل فهم و روزمره ممکنه بگم ولی شما اینجوری نمیتونید بگید وقتی یه چیزی گفتی ایشا بنگوتن این دروک اگه بگی داست دیگه شما فعل آوردی اول بعد فا نمیشه دیگه پس باید بگید هوفش. اگر بگید داس رو بگید بیاید اول بذارید داس حفش. خب از این داسه به تو ذهنتون باشه که حذف شده فعل اومده دو خیلی میار همین جوری بدون اینکه که داس نیاز باشه فعل رو میارن اول و فکر میکنن دارن درست صحبت میکنن نه اینجوری نیست باید همیشه اگه اینو من میخوام فاعل و فعل اول کنم میام میگم ایش اگر اس بگم دارم این اس فاعل این فعله میشه به یه چیزی اشاره نمیکنه مثلا در اینجا فاعل فعله میشه چیزی من برم فاعل نیاز دارم دیگه به خاطر همین اس رو میذارم این شوف است بگم شوف دست منظور از دست این چیزی است که قبلش گفتم و اینجا هیچ مشکلی نداره ایش رو اول آوردم فعل دوم وردم داست که این باشه رو حالا بعدش آورد خب پس میتونم من داست رو داست کنم داست اول فعل دوم داست منظور این جمله است و ایک سوم داست رو چون میدونن همه برواریش صحبت می کنیم کنم میگم حفش مثلا ماخ داین مثلا دروک دست بلت بیت سوی مال آوس دو بار لطفا این برگر رو چاپش کن پرینتش بگیر میگن در جواب ماخش یعنی چی ماخش فعل باز هم این حرفی که تو گفتی اومده اول دست ماخش یعنی دیگه نمیخواد بگید اینجوری درسته اگه بخواید ایش اول بیارید ایش ماخ اس یا ایش ماخ دست درسته اینم دقت کنید که قشنگتر میشه صحبتات خب حالا اینا فیل بده هست بچه من اینا چیزی رو از قبل آماده نکردم همچی تو ذهنم میاد بهتون میگم مثلا اینا باعث میشه که چیزایی که میدونید و نمیدونید اینها با هم مخلوط میشه سطح زبانتون هم هرچی باشه یه سری چیزها رو یاد میگیرید خب حالا من اینو ادامه میدم مثلا سری بعد میام همینا رو که از قبل گفتم بازی دوره میکنم نگاه میکنم چی بوده چی نبوده ممکنه جمله باشون بسازیم باز ممکنه باشون داستانی تعریف کنیم باشون و این کارا اینجوری به نظر من این میتونه خیلی کمک کنه که هم صحبت کردن تو خب باشه چون این کلماتی هم که میگم همه مهمه چیز غیر مهم سعی میکنم نگم مثلا فعلی باشه که اصلا استفاده نشه حالا بدونیم بعد نیست ولی خب استفاده نکنیم و حالا سالی یه بار ببینیم فایدهش چیه درسته برامه همه کاربردیه